همین چند سال پیش بود که حافظه داخلی گوشی‌ها به زحمت به 16 گیگابایت می‌رسید. اما حالا گوشی‌های جدیدی وارد بازار شدن که رمشون 24 گیگابایت و حافظه داخلشون 1000 گیگابایت یا 1 ترابایت. Redmi K60 Ultra یکی از این مدل‌ها و اولین گوشی هوشمند بازار ایرانه که با 24 گیگابایت رم و 1 ترابایت حافظه داخلی ارائه میشه. سلام دوستان، من آرش افراسیابی هستم از سایت موبایل.ir و تو بررسی این نوبت رفتیم سراغ یکی از داغ‌ترین گوشی‌های بازار ایران، یعنی Redmi K60 Ultra از شرکت شیائومی که تقریباً یه ماه پیش معرفی شد. K60 Ultra رو فروشگاه IC موبایل برای بررسی در اختیار ما قرار داده. K60 Ultra جعبه بزرگ و سنگینی داره که محتویات شما رو ناامید نمی‌کنه. K60 Ultra با ظاهر جذابی ارائه میشه که به خصوص تو رنگ‌های روشن کاملا جلب توجه میکنه. بدنه K60 Ultra ترکیب شیشه و فلزی که ظاهرش تو همون نگاه اول چشمگیره. لبه‌های کاور بخش پشتی به سمت کناره‌ها خمیدن و بالا و پایین گوشی هم دو سطح صاف و تخت وجود داره. دوربینا توی محوطه برجسته و بزرگ قرار گرفتن که با یه شیب سرسره مانند به بخش پشتی متصل میشن. فریم مستحکم دور تا دور گوشی فلزی و برخلاف بقیه قسمت‌های بدنه مات و مقاوم در برابر اثرات انگشته. صفحه نمایش K60 Ultra کاملا تخت و صاف طراحی شده و هیچ خمیدگی و انحنایی تو لبه‌های این پنل دیده نمیشه. دور تا دور این صفحه نمایش هم با حاشیه‌های کوچیک و باریکی برمیخوریم. بدنه گوشی کاملا براق و جاذب اثر انگشت و به خصوص تو رنگ‌های تیره‌تر خیلی زود با اثرات انگشت متعدد پوشیده میشه. گوشی با استاندارد IP68 ارائه میشه و پورت‌ها و درگاه‌های دستگاه در برابر نفوذ آب و گرد و خاک مقاومن. صفحه نمایش گوشی رو کاغذ مشخصات خوبی داره و از سطح متوسط بالاتر میره. صفحه نمایش 6.67 اینچی گوشی از نوع امولد با وضوح فولش دی پلاس که رزولوشنش نسبت به K60 پرو کمتر شده. این پنل اما روشنایی کاملا بالایی داره که حتی زیر نور مستقیم خورشید هم خانایش حفظ میشه و با انتخاب حالت مطالعه چشمو کمتر خسته میکنه. حالت رنگ پیشفرز ویوید این پنل دقت بالایی نداره، اما میشه با انتخاب گزینه‌های دیگه دقت رنگ بیشتری رو به دست آورد و از گزینه تنظیمات پیشرفته فاکتورهای اصلی کیفیت رنگ رو جداگونه تنظیم کرد. تغییر نوع فونت و اندازه و ضخامت نوشتار هم به خوانایی بیشتر این صفحه نمایش کمک میکنن. شرکت سازنده نرخ رفرش این صفحه نمایش رو حد اکثر 144 هرتز اعلام کرد، اما واقعیت اینه که سرعت بروزرسانی این پنل در اکثر مواقع همون 120 هرتز و فقط تو بعضی از بازی‌ها این نرخ به 144 هرتز میرسه. نرخ رفرش صفحه نمایش K60 Ultra تو حالت پیشفرض تقریبا همه جا 120 هرتز و فقط تو بعضی مواقع مثل نمایش ویدیو از حافظه داخلی یا پخش آنلاین محتوا از اپلیکیشن یوتیوب کاهش پیدا میکنه و به 60 هرتز میرسه. نرخ رفرش 144 هرتزی ادعای شیائومی هم فقط موقع اجرای بعضی از بازی‌های خاص و البته نه چندان پرشمار به دست میاد. اگه نرخ رفرش رو به صورت دستی به 60 هرتز کاهش بدیم، اوضاع تغییر میکنه و رفرش 60 هرتزی تو همه شرایط حفظ میشه. تغییر دستی رفرش به حداکثر 144 هرتز هم تفاوت خاصی نسبت به گزینه پیشفرض ایجاد نمیکنه و در حالی که تقریبا همه جا نرخ رفرش 120 هرتز، بازم موقع پخش ویدیو از حافظه داخلی یا به صورت آنلاین از یوتیوب این نرخ به 60 هرتز برمیگرده. تو این حالت هم فقط تو بعضی از بازی‌های خاصه که میشه رفرش رو سریع‌تر کرد و به گزینه 144 هرتز تو صفحه نمایش K60 Ultra دست پیدا کرد. کیفیت صدا توی یک گوشی پیشرفته مثل این که میتونه به عنوان یک گوشی گیمینگ هم مطرح بشه اهمیت زیادی داره و K60 Ultra هم تو این زمینه نسبتاً موفق عمل کرده. K60 Ultra به جز اسپیکر کنار پورت USB یه اسپیکر دیگه بالای صفحه نمایش داره که صداش از بالای دستگاه هم خارج میشه و مجموعاً صدای بلندی و با باس متوسط ارائه میدن. از تنظیمات دستگاه امکان تغییر حالت صدا و غیر فعال کردن دالبی آتموس وجود داره و لیستی از اکولایزرهای مختلف و متفاوت با امکان شخصی سازی هم به شما برای رسیدن به کیفیت صدای دلخواه کمک میکنن.
کیشست و اوترا با نسخه چینی رابط کاربری میوهای 14 شرکت شیائومی ارائه میشه که اگه برنامه های اضافیشو حذف بکنید و البته بسته گوگل هم بهش اضافه بکنید تفاوت چندانی با نسخه گلوبال رابط کاربری میوهای نداره. مشکل تبلیغات که به عنوان یه مسئله همیشگی تو رابط کاربری میوهای شیائومی مطرحه البته توی این گوشی هم پا بر جای. کی60 اوترا با جدیدترین نسخه از رابط کاربری شیائومی یعنی میوهای 14 ارائه میشه که تا 5 سال تضمین آپدیت داره و سیستم عامل اندروید 13 گوشی هم تا 4 نسخه بعدی این سیستم عامل آپدیت میشه. نسخه چینی این پوسته بدون بسته گوگل اما میشه این بسته رو جداگانه نصب کرد. نوار جستجوی چینی بایدو پایین صفحه هم میشه خیلی ساده با نزدیک کردن دو انگشت به هم روی صفحه نمایش از بخش تنظیمات هوم اسکرین غیر فعال کرد و به جاش از منوی ویجت ها باکس سرچ گوگل رو جایگزین کرد. دکمه ریسنت پایین صفحه نمایش برای دیدن و بستن تکی و دست جمعی برنامه‌های اخیراً استفاده شده است و از همینجا میشه برنامه‌ها رو رو صفحه شناور کرد یا دو تا برنامه دلخواه و بالا پایین صفحه نمایش قرار داد و مستقلاً از اونها استفاده کرد. منوی نوتیفیکیشن بالای صفحه نمایش همون نمونه آشنای قبلیه که با کشیدنش به سمت راست اعلان برنامه‌ها رو نشون میده. توی این منو دو تا گزینه جدید کنترل موسیقی و اسمارت هاب وجود دارن که کافیه تو تنظیمات گزینه کارت رو جستجو کنیم و اونا رو یک به یک حذف کنیم تا این منو کاملا شبیه قبل بشه. کی60 اوترا تو حالت پیش‌فرض بدون منوی اصلی یا اپدراور ارائه میشه اما با رفتن به تنظیمات و هوم اسکرین میشه این گزینه رو فعال کرد و با کشیدن صفحه نمایش رو بالا وارد منوی اصلی شد که برنامه‌ها تو تب‌های مختلف اون مرتب شدن. این گزینه البته فولدرهای قبلی شما تو صفحه هوم رو به هم می‌ریزه. میوهای نسخه چینی به جز برنامه‌های پیش‌فرض همیشگی شیائومی لیست بلند بالایی از اپلیکیشن‌های اضافی یا بلاتفر داره که با نوتیفیکیشن‌های متعدد دائم در حال تبلیغ و فعالیتن. البته خوشبختانه تقریباً همه اونا رو میشه یک به یک آنینستال کرد. منوی تنظیمات یا سیتینگز تقریبا به طور کامل همون منوی همیشگی و آشنای شیائومی اما گهگاه محل بعضی از تنظیمات تغییر کرده و مثلا بخش اپلیکیشن های دوگانه و فضای دوم به منوی حریم خصوصی منتقل شدن و برای افزایش حافظه مجازی رم هم باید منوی تنظیمات اضافه مراجعه کرد. چیپست 4 نانومتری دیمنسیتی 9200 پلاس گوشی رو کاغذ یکی از قدرتمندترین پروسسورهای موبایلی بازاره و رم حجیم و حافظه داخلی پرسرعت هم انتظارها از کی60 اوترا رو کاملا بالا بردن. پردازش تو کی60 اوترا با چیپست دیمنسیتی 9200 پلاس شرکت مدیاتک انجام میشه که 3 هسته A715 یه هسته کورتکس X3 داره که تو بالاترین سطح بازار قرار دارن. پردازش گرافیکی تو این چیپست با جی پی یو پیشرفته ایمورتالیز G715 شرکت آرم با 11 هسته پردازشی انجام میشه و حد اکثر 24 گیگابایت رم LPDDR5 Vegas و 1 ترابایت حافظه داخلی UFS4 داره. این چیپ یه هسته میانی کمتر از ST8 Gen 2 داره که احتمالاً به ضررش تمام میشه. تو تست گیکبنچ 5 امتیاز تک هسته‌ای دیمنسیتی 9200 پلاس و بقیه پرچم‌دارا نزدیک اما تو تست چند هسته‌ای همونطور که میشد حد زد اون یه هسته میانی کمتر امتیازش رو از رقبای اصلیش پایین‌تر آورده. تو آنتوتوی نسخه 9 باز هم شرایط قابل حدس و با اینکه امتیاز پردازنده به لطف فرکانس بالای هسته‌ها گرافیک قدرتمند کاملا بالاست اما هنوز تا حدی با اسنپ دراگون 8 جن 2 فاصله داره. گرافیک قدرتمند این چیپست امتیازهای کاملا بالایی رو تو تست گرافیکی واید لایف اکستریم 3D مارک ثبت میکنه و تست واید لایف معمولی هم از سطح این گرافیک خیلی پایین تره. کی60 اوترا تو این تست به میزان زیادی گرم میشه. برای بررسی میزان پایداری گوشی زیر بار گرافیکی به سراغ تست استرس واید لایف اکستریم 3D مارک رفتیم که تست اکستریم عادی این بنچمارک رو 20 بار پشت سر هم و به صورت متوالی اجرا میکنه. کی60 اوترا تو این تست همونطور که میشد حد زد لحظه به لحظه گرمتر و گرمتر و پس از مدتی داغتر و داغتر شد تا اینکه اواسط تست تو لوپ دهم به علت ایجاد گرمای بیش از اندازه از آزمون خارج شد. تو تست بعدی رفتیم سراغ عملکرد گوشی زیر بار پردازشی و این بار توان هسته‌های چیپست و نحوه گلوگاه شدن پردازنده به چالش کشیده شد. کی60 اولترا تو این تست سنگین 15 دقیقه‌ای عملکرد نسبتاً خوبی از خودش نشون داد و بارها و بارها در برابر کم کردن توان هسته‌ها زیر بار مقاومت کرد. گوشی تو این حالت هم بیش از اندازه گرم شد اما 67% از توان خودش رو زیر این بار شدید هم حفظ کرد. کی60 اوترا موقع اجرای سنگین ترین بازی ها مشکلی نداره و کیفیت اجرای بالایی ارائه میده. ردمی کی60 اوترا با حضور گرافیک قدرتمند 11 هسته ایمورتالی G715 پردازنده قوی و رم و حافظه داخلی پرسرعت هیچ مشکلی برای اجرای سنگین ترین و پیچیده ترین بازی های موبایلی هم نداره.
بدنه گوشی حین بازی کاملا گرم میشه، اما این گرما معمولا از حد قابل قبول بالاتر نمیره و تاثیر زیادی رو روند بازی و نرخ فریم نداره. نبود جک 3.5 میلیمتری هدست تو این گوشی نکته منفی بزرگی برای کاربرای گیمینگ، اما با استفاده از هدست‌های بی سی مدرن و پیشرفته‌تر میشه این مشکل رو کمتر کرد و تاخیر صدا رو به حداقل رسوند. ظرفیت باتری گوشی نسبت به نسل قبلیش یعنی K50 اولترا تغییر نکرده و از اون طرف هم ثابت موندن لیتوگرافی 4 نانومتری پردازنده و اندازه صفحه نمایش باعث شده که تغییر چندانی تو دوام باتری مشاهده نکنه. شارژر 120 واتی گوشی از نوع پیشرفته گان انتخاب شده که شرکت سازنده میگه 19 دقیقه‌ای میتونه باتری گوشی رو شارژ بکنه، اما این زمان تو تست ما یه مقدار طولانی‌تره و یه چیز نزدیک به 26 تا 32 دقیقه است. K60 اولترا با یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی ارائه میشه که به لطف پردازنده کم مصرف دستگاه دوام قابل قبولی داره و تو استفاده های سنگین هم تقریبا بدون مشکل انرژی دستگاه رو برای حداقل یه روز تامین میکنه. برای شارژ سریع این باتری باید گزینه بوست رو فعال کرد و بهینه‌سازی شارژ هم از تحلیل رفتن باتری حین شارژ های پیاپی جلوگیری میکنه. دوربین اصلی گوشی سنسور بزرگتری نسبت به مدل سال قبل داره و لرزگی رو اپتیکال هم توش فراموش نشده، اما دو تا دوربین دیگه حداقل رو کاغذ خیلی فوق العاده نیستند. دوربین 50 مگاپیکسلی اصلی گوشی از نوع IMX 800 شرکت سونیه که پیکسلایی به اندازه 1 میکرون داره و تو حالت پیش‌فرض با وجود 12.5 مگاپیکسلی و پیکسلهای مجازی 2 میکرونی عکاسی میکنه. لنز F1.7 این دوربین 7 مرحله‌ای و لرزگی رو اپتیکال هم تو لیست مشخصاتش دیده میشن. دوربین 8 مگاپیکسلی اولترا واید گوشی فوکوس خودکار نداره و به همین خاطر برای گرفتن عکس از پاستله نزدیک باید از دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو گوشی استفاده کرد که تو این یکی هم فوکوس خودکار فراموش شده. عکس‌های 12.5 مگاپیکسلی دوربین اصلی تو روز جزئیات بالا و طیف دینامیکی گسترده‌ای دارن و با وجود دقیق نبودن رنگ‌ها هنوز میشه ازشون کاملا راضی بود. دوربین اولترا واید با وجود نور ایده‌آل هنوز جزئیات کمتری رو نسبت به دوربین اصلی ثبت می‌کنه و با کم شدن نور نویز بالاتر و طیف دینامیکی ضعیف‌تری رو ارائه می‌ده. عکاسی با دوربین ماکرو به دلیل نبود فوکوس خودکار کار آسونی نیست و نتیجه نهایی حتی در بهترین نور هم جزئیات کمی داره. عکس‌های دوربین اصلی تو شب به لطف سنسور بزرگ این دوربین حتی قبل از فعال کردن نایت مود هم جزئیات بالا و محدوده پویای گسترده‌ای دارن، اما به فعال کردن نایت مود هم جزئیات بیشتری رو به دست میاریم، هم کیفیت رنگ و سطح نویز بهبود پیدا می‌کنه. عکس‌های اتوماتیک شب دوربین اولترا واید به دلیل سنسور کوچکتر دیافراگم بسته‌تر جزئیات کم و نویز زیادی دارن و به خصوص تو کناره‌های کادر کیفیت پایینی ارائه می‌کنن. فعال کردن نایت مود به بهبود جزئیات کمک می‌کنه، اما هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم. حداکثر وضوح فیلمبرداری دوربین اصلی 8K با 24 فریم در ثانیه است، اما اگه وضوح به 4K یا 1080p کاهش بدیم می‌تونیم با هر دو سرعت 30 یا 60 فریم در ثانیه هم فیلمبرداری کنیم. ویدئوهای 4K 60 فریمی دوربین اصلی جزئیات بالا و کیفیت رنگ فوق‌العاده‌ای دارن و لرزش دست توشون حس نمیشه. تو وضوح 4K با 30 فریم در ثانیه جزئیات بالا و کیفیت رنگ حفظ میشه و هنوز با ویدئوهای کاملا با ثباتی روبرو میشیم. تو وضوح فول اچ دی با هر دو سرعت 30 و 60 فریم در ثانیه جزئیات تصویر نسبت به وضوح 4K به طور محسوسی کمتره، اما هنوز میشه از کیفیت رنگ و کنتراست تا حدود زیادی راضی بود و لرزش‌های دست هم مشهود نیست. ویدئوهای فول اچ دی 30 فریمی دوربین اولترا واید از نظر رنگ و جزئیات کیفیت پایینی دارن، اما با ثبات و کم لرزشن. خب اینم از گوشی پرآوازه ردمی K60 اولترا از شرکت شیائومی که رو کاغذ یکی از مجهزترین گوشی‌های بالانشین رده میانی به حساب میاد. در رابطه با نکته‌های مثبت این گوشی اگه بخوایم اشاره بکنیم، باید به ساخت با کیفیت و استاندارد IP68 بدنه اشاره بکنیم. با کیفیت صفحه نمایش و دوربین اصلی هم تو عکاسی و هم تو فیلم برداری کاملا مطلوب و رضایت بخشه. چیپست دیمنسیتی 9200 پلاس دستگاه یکی از پرسرعت‌ترین و مجهزترین پروسسورهای بازار موبایل و رم و حافظه داخلی هم هر دو تو سطح بالا، یعنی هر دو حجیمن و هر دو از نوع پرسرعت انتخاب شدن. سرعت شارژ در حقیقت باتری گوشی، حالا البته با اون چیزی که خود شرکت شیائومی میگه، یه مقدار فاصله داره، ولی همچنان با یکی از پرسرعت‌ترین سرعت‌های شارژ روبرو میشیم. اگه بخوایم بریم سمت نکته‌های منفی، حالا اگه از براق موندن و موندن اثرات انگشت روی این گوشی بگذریم، حالا به خصوص تو رنگ مشکی دستگاه، باید بریم یه راست سراغ صفحه نمایش که وضوحش نسبت به K60 پرو یعنی نسل قبلیش کمتر شده و اون نرخ رفرش 144 هرتزی هم که شرکت سازنده بهش اشاره میکنه عملا فقط تو بعضی از بازی‌ها در دسترس قرار داره. گوشی زیر بار، به خصوص زیر بار گرافیکی گرم میشه و شاید بهتره بگیم داغ میشه تو بعضی موارد، و این یک نکته منفی دیگه‌ای برای دستگاه به حساب میاد. دوام باتری گوشی هم میتونست یه مقدار بالاتر بشه، البته همچنان تو سطح قابل قبولی قرار داره، ولی تو این سطح میتونست دوام بالاتری رو ارائه بده. در نهایت هم باید بریم سراغ رابط کاربری میوای دستگاه که عملاً پلتفرم تبلیغاتی شرکت
شیائومی. اگه به اطلاعات بیشتری راجع به K60 اوترا احتیاج داشتید میتونید به بررسی تخصصی گوشی تو سایت موبایل داتایار مراجعه کنید که لینکش زیر همین ویدیو براتون قرار داده شده. ممنون از همراهیتون، به امید دیدار.